مراسم اختتامیه 45مین دوره المپیک ارومن است و ما به اتفاق دوستان آقای مهدوی‌کیا افتخار داریم امروز در خدمتشون هستیم و امیدوارم که این رابطه تداوم داشته باشه و ما بتونیم فوتبال را از نو بسازیم. با توجه دوستی دیرینه‌ای که با آقای بزرگ داره و علاقه‌ای که من واقعا به هموطنای ارمنیمون دارم، همیشه ارادت خاصی داشتیم، همیشه احترام متقابل بوده و امروز هم اومدیم که توی مراسم شرکت کنیم. من از این ورزشگاه خاطرات خوبی دارم. همیشه جزو تیم‌های قوی بود. متأسفانه الان ما دیگه اون آرارات سابق رو نمی‌بینیم. 18 سال عضو تیم فوتبال آرارات بودم و آخرین تیمی که آرارات شرکت کرد من کاپیتان اون تیم بودم. یه بعد از اون تیم اون حل شد. نزدیک به 6 7 ساله که تیم از بین رفته و به خاطر نبودن بودجه و مسائل مالی ما نمیتونیم تیمون اداره کنیم. من فکر میکنم که از زمانی که پول اومد توی فوتبال، خب ما نتونستیم مقابله کنیم با این. وقتی اختلافات زیاد شد، اختلاف مالی نتونستن تیمون نگه دارن، چون به هر حال بازیکنایی بودن که مثلا 400-500 میلیون ارزششون نمیتونستن اینجا با یک دهم اونم نمیتونستن نگه دارن. آرارات هنوز وجود داره دیگه. طبیعتاً با 70 سال سابقه با ورزشگاه آرارات در منطقه ونک، فکر میکنم زبانزد عام و خاص هست، همه میشناسنش و هنوز هستیم. بله، چون تیم بزرگسال نداره، خیلی خیال میکنم آرارات از بین رفت، ولی سایر رشته‌ها رو شما دارین فعالیت انجام میدین. طبیعتاً داشتن تیم بزرگسالان فوتبال انعکاس خاص خودش رو داره، ارزش خبری خاص خودش رو داره. انگیزه چی اومدی؟ که یه بازیکن خوب مثل آندو تیموریان بشم. مثل آندو تیموریان؟ الان فقط همه امید شما به آندو تیموریان؟ نه، ارامنه نه، بازیکنای معروف داشتین، ادموندای معروف. اونا مصدوم شدن دیگه، پاشون مصدوم شد، نتونستن خوب بازی، یعنی ادامه ندادن. ما بیشتر توی تابستون اعلام میکنیم که نفرات بیان میان و مجبوریم که همه رو نگه داریم، یعنی نمیتونیم گلچین کنیم چون نفراتمون کمه. من رونیا ساتوریان هستم، از تیم آرارات تهران تو نونه عالم بازی میکنم. چند نفرین کلا؟ زیادیم، حدود 30 نفریم، ولی بیشتر بچه از حدود 7 سال 6 سالن. نمیتونیم خوب تیم تشکیل بدیم بتونیم بازی کنیم. پارسال تیم ما همه بزرگ بودن، 13-14 سال بودن، رفتن اونا نوجوانان، بعد 4 تا نفر شدیم، بعد بقیه اومدن که خیلی کم شدیم. تیمای پایه هم انگیزه ای ندارن زیاد، چون تیم بزرگ نداریم به هر صورت انگیزه ای نمیمونه، میان بالا میرسن رده جوانان امید و میخوان بیان بزرگسالان، تیمی نیست. به خاطر همین همونجا دیگه تموم میشه اکثرا فوتبال بچهای ارامنه. یعنی داریم یه کارهایی انجام میدیم که امسال بتونیم یه تیم بزرگسالان حداقل از باشگاه ترام شده مثل سالهای قبلی که شروع کردیم شروع کنیم. ارامنه همیشه در تمام ادوار بازیکن تو ردای انواع ردای ملی، جوانان، نوجوانان، حتی بزرگسالان که زیاد داشتیم الانش هم داریم. ما فقط خواهشمونه که به این تیم رسیدگی کنن. ما فقط پول یه بازیکنم تیمای دیگر رو میخوایم، چیز زیادی نمیخوایم. به ما بدن، ما قول میدیم که تو همه رده بازیکن ملی داشته باشیم. واقعا حیفه، چون واقعا یکی از قطبای فوتبال بودن، مثلا در استان تهران که قدیم بازی میکردیم تیم آرارات یکی از قطبا بود. امیدواریم که دوباره این مسئله اتفاق بیفته و ما تیم آرارات رو ببینیم.